گفت پس چی؟ گفت خب فکر کنم باید بشینی اونا بیان سراغ ما، اونا که زودتر از ما شروع کردن. یه با کمال تعجب به من گفتش که تعجب من، خب اونا اومدن سراغ تو. من اول نفهمیدم چی میگه، گفتم یعنی چی اومدن سراغ من؟ گفت من عضو سازمانم. گفتم جدی؟ این اولین بار بود که من کلمه سازمان رو شنیدم. بعد به من گفتش که آیا تو میخوای با این سازمان کار کنی؟ گفتم حرفاشون چیه؟ گفت همین حرفایی که توی این مدت من زدم، اینا حرفای سازمان بوده به تو زنم، از قرآن، نهج البلاغه، مبارزه، چی چی چی. گفتم چرا نه؟ خب بسیار خوب، پاش هستی؟ همه چی؟ گفتم همه چی. گفت شهادت، شکنجه، زندان، غیره و زالک، زندگی. گفتم آره خوب، حرفایی که زدیم تا حالا جدی بوده. گفت بسیار خوب، پس من اولین قرار رو برای تو میذارم، برو سر قرار اولین مسئولت. فکر میکنم تو میتونی تصور کنی که من یهو احساس کردم که رفتم به آسمون، مثل همه شما، مثل همه مجاهدی پرواز کردم. واقعا نمیدونم چجوری بگم، به قول معروف یدرک و ولا یوسف. از همون موقع عشق چیزی به اسم سازمان، چیزی که زندگی آدمو از پوچی، از بی سمتی، بی سویی نجات میده. آدم اون کاری که میخواد بکنه میفهمه درسته تا حدی، به همون اندازه که اون موقع میفهمیدم. این که این رژیم بده، این شاه و رژیم سلطنتی خب مردمو دارن له میکنن، این فقر، این فحشا،